سلام دوستان و همراهان عزیزم، امروز با آموزش مرغ سماقی در خدمتتون هستم که بهش مرغ لبنانی یا فلسطینی هم گفته میشه. حالا کار به اون کشورها نداشته باشین، ولی در کل یه مرغ با طعم دلچسب و بسیار لذیذ هست که به راحتی هم آماده میشه. تو حین این که این آموزش پخت این مرغ رو بهتون میدم، مواد لازمش رو هم خدمتتون عرض میکنم. برای این غذا من 3 تا پیاز تقریبا بزرگ رو به این اندازه در نظر گرفتم و خلالی میکنم. 2 تاش خلالی کردم، این یکی رو هم خلالی میکنم. هرچی پیازش بیشتر باشه بهتره، چون ما به این مرغ هیچ آبی نمیخوایم اضافه کنیم. مرغ روی پیازا قرار میدم. الان یه مقدار نمک میزنم و یه مقدار هم زعفرون دم کرده. روی حرارت ملایم قرارشون دادم. بعدم در تابه رو میذارم تا به مرور پخته بشن. یه مقدار برای اینکه اون سمتشم به همین شکل تندار بشه برمیگردونم و به این قسمت هم نمک و زعفرون رو میزنم. فقط باید روی حرارت ملایم باشه تا این پیازا آب بندازه و با همین آب پیاز پخته بشه. همینطور وقتی هم که به مرغ نمک میزنیم، مرغ همون آب میان بافتیش رو از دست میده و همین هم یه آبی تولید میکنه. تا اون مرغمون داره یه مقدار پخته میشه، من سس این مرغ لبنانی رو آماده میکنم. نیاز داریم به سماق 2 قاشق غذاخوری، رب گوجه 1 قاشق غذاخوری، رب انار 1 قاشق غذاخوری، روغن مایه 4 قاشق غذاخوری. یه مقدار اینا رو مخلوط میکنم و اینجا نصف لیوان آب رو بهش اضافه میکنم. یه مقدار نمک، یه مقدار زردچوبه، فلفل که هم سیاه هم قرمز میتونین استفاده کنین، یه مقدار هم پودر سیر. این مواد رو خوب با هم دیگه مخلوط میکنین. بعد از نیم ساعت ببینین قشنگ آب انداخته و دارن پخته میشن. برای اینکه تستم بکنم با چنگال امتحان میکنم مرغو. یه مقدار ببینید نیم پز شده. خب حالا میام، چون اون سمت مرغو بیشتر دوست دارم و جالبتر هست، مرغو رو به این سمتشون میکنم و بعد این سس رو روی این مرغو میریزم. بعد از اینکه سس رو ریختم دوباره در تابه رو میذارم و اجازه میدم که خوب این سس به خورد مرغا بره و پخته بشه. دوستان اینم مرغ سماقی که آماده شد. همونطور که گفتم مرغ لبنانی یا فلسطینی هم بهش میگن. حالا مهم نیست که اصلا این مرغ از کجا آمده، فقط این که یه طعم منحصر به فرد داره و میتونین به راحتی توی لیست غذاهاتون قرارش بدین. 1 ساعت هم پخته و آماده میشه. این پیاز هم که حالت کاراملی دارن، برای افرادی که عاشق پیاز کاراملی هستن اینم یه مورد عالی هست. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدار.